جلسه 57 از آموزش هفت افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم در مورد پرده سبز، حذف پرده سبز و گرفتن خروجی بدون بکگراند در افتر افکت صحبت کنیم. اول یه دونه ویدیوامو کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم تا کامپوزیشنشو بسازه. خب این ویدیو پرده سبز داره، میخوایم حذف کنیم. دقت کنید، ویدیوهای با پرده سبز شما تو اینترنت میتونید پیدا کنید. خیلی وقتا وقتی دنبال یک ویدیو از دود یا آتش میگردید یا ابر میگردید، ممکنه با پرده سبزش پیدا کنید، یا از حیوانات یا از ربات. پس یادتون میدم چطور حذف کنید. حذف کردن پرده سبز این ویدیو خیلی ساده است، چون این ویدیوها پرده سبز خوبی دارند. ولی اگر خودتون پرده سبز بخواید استفاده کنید، یه مقدار کیفیتش میاد پایین و حذفش سخت‌تر میشه. پس سعی کنید هنگام ضبط این نکات رو رعایت کنید که بعد به دردسر نیفتید، چون گاهی اوقات واقعا اگر دقت نکنید نمیتونید حذفش کنید. یک تا میشه صاف باشه و یک دست باشه. درست نمیشه، سعی کنید هر چه میشه یک دست تر بهتر. مخصوصا نور خیلی مهمه. اگر پارچه است بکشیدش که صاف صاف باشه، کمتر چروک داشته باشه، و نورم سعی کنید یک نواخت بهش بتابه و سایه حتی مقدور نداشته باشه، سایه‌تون نیفته. و تا میتونیدم حرکت نکنید که محدودتون کوچیک بشه که بتونید بهتر پرده سبزتون رو حذف کنید. خب از قسمت افکتس اند پریسیتس ما کیلایت رو سرچ میکنیم. شما کیش هم که تاک کنید میاره چند گزینه، ولی کیلایت رو کامل که تاک کنید دیگه میاره دش. دوتاست پایینی رو میگیرم و درگ میکنم روی ویدیوم رها میکنم. خب این از این. بعد دقت بفرمایید که اینجا یه قطعه شکون داره. من قطعه شکون رو کلیک میکنم و میارم. حالا اینجا مهم نیست، ولی شما ها این کار رو بکنید. نزدیک به کاراکترم کلیک کردم. چرا؟ چون شما اصولا رنگتون مثل این یک دست نیست، پس بهتره که نزدیک و در اطراف خود کاراکتر کلیک کنید، نه اینکه بلنشی بری یک رنگ اینجا رو بگیری، نه، نزدیک خودش و حتی مقدور تیره ترین رنگ رو انتخاب کنید تا به این صورت در بیاره. حالا میخوایم مطمئن شیم که بهترین شرایط ایجاد شده، پس اینو من باز میکنم و اسکرین متش میکنم. دقت کنید، اون قسمتی که میخوام نشون نده باید مشکی مشکی باشه. خب این نیست، این مشکی مشکی نیست، پس خوب نیست. و اون قسمتی که میخوام نشون بده باید سفید سفید باشه، که بازم نیست. دوباره اینم یه قسمتای مشکی توش هست. حالا هم از این دو قسمت میتونید استفاده کنید، اسکرین گین و اسکرین بالانس، و هم میتونید تشریف بیارید اینجا یه قسمت اسکرین مت داره، از این اسکرین مت هم میتونید استفاده کنید. به روز ناچاری حالا شما ممکنه از قسمت بلر هم استفاده کنید، ولی این فعلا خوبه، شرایطش احتیاج نیست. دقت کنید، من میخوام مشکی رو درست کنم، از اینجا مشکی رو زیاد میکنم، مشکی رو زیاد میکنم تا مشکیم خوب شه. آروم آروم زیاد کنید که زیاد زیاد نکنید، چون وقتی زیاد زیاد کنید سفیده رو هم اذیت میکنه. انقدر زیاد کنه الان لباش هنوز هست، میبرم جلو تا لبا دیگه نباشه. حالا خوب شد. گاهی اوقات وقتی زیاد میبری جلو سفیده رو به هم میزنه، نگران نباشید. بعد البته تلاش کنید تا میشه اینطور نشه، ولی راه داره. الان من سفیدم هم یه مقدار کم میکنم، الان خوب شد. اینا رو هم تاثیر میذارن. من اگر سفیدو خیلی کم کنم، ببینید رو مشکیم هم تاثیر گذاشت، ولی نه، سفیدو به اندازه همون جایی که بود خوب بود، بد نیست، به نظر من خوبه. بدونید این دوتا رو کم و زیاد کنید، رو هم هم تأثیر میذارن. انقدر کم و زیاد کنید تا بهترین حالت شه، و بدونید این دوتا بالایی هم بهتون کمک میکنه. حالا تو مثالهای بعدی بهتون میگم. و به نظرم خوب شد. حالا میام اینو باز میکنیم، فاینال ریزالت رو میاریم تا خروجیشو ببینیم. حالا واسه اینکه بهتر ببینیم، از پنجره پروژکت یه دونه بک‌گراند میام واسش میذارم، کلیک میکنم، بزرگش میکنم، خوبه. اسپیس رو میزنم، حالا باید رندر کنه، طول میکشه، ولی بد نیست، قابل قبوله. خب بریم و دیلیتش کنیم و تمرین بعدی رو انجام بدیم. استور رو میارم اینجا میذارم. خب دوباره کیلایت رو میارم میدازم روش و اینو سلکت میکنم، این کنار رو کلیک میکنم و اینو میذارم روی اسکرین مت. دقت کن این کنار سفید، برای اینکه من این سفیدو ببرم ممکنه تأثیرات بدی برای من داشته باشه و اذیتم کنه، پس میخوام یه راهی رو یادتون بدم. اینو ریست میکنم. دقت کنید، این خانم اینجا وایساده، دستاش هم جمعه،
پس چه نیازی به این گوشه ها دارم؟ لایه‌تون انتخاب کنید و توسط یکی از این ابزار ماسک رو یاد گرفتین. یه ماسک در محدوده که نیاز دارید رست کنید. من این محدوده رو میخوام، بقیهش رو نمیخوام. چه کاری من برم این همه زحمت بکشم وقتی نواهی و احتیاج ندارم؟ برای همین گفتم تلاش کنید برای خودتون وقتی پرده سبز میذارید خیلی حرکت نکنید، دستتون رو باز نکنید که بتونید محدوده کمی رو در نظر بگیرید که حذفش ساده تر باشه، چون وقتی از شما دور باشه رنگش عوض میشه و چند رنگ میشه سخت میشه حذفش، ولی اینجا اونا که به شما نزدیکن حذفشون ساده تره. خب پس من با ماسک میتونم کمک کنم به حذف پرده سبز. الان حالا میام نزدیک اینجا رو کلیک میکنم که حذفش کنه و حالا دوباره اینو باز میکنم و اسکرین متو میارم. خب مشکیش خوبه، بد نیست، حتی میتونم یه مقدارم زیادش کنم. دوباره اسکرین متو میارم، یه مقدار مشکیش رو زیاد میکنم. اینا رو آروم آروم بکنید تا دیدید کامل کافی شد بسه، یعنی دیگه ندید جلو نرید چون تاثیر میذاره رو سفیده. حالا سفید رو کم میکنیم تا سفیدمونم خوب شه. دوباره تا خوب شد بسه، دیگه ادامه ندید چون میاد رو مشکی تاثیر میذاره. یه نگاه بکنیم خوب نشد برمیگردیم، شاید خوب شده باشه. خب میرم دوباره از پراجکت عکسمو میارم پشتش میندازم و ها یه مشکلی که داره اینو باز میکنم. اینو یادم رفت برش گردونم رو فاینال ریزالت، حالا درست شد. خب میرم رو لایه پایینی اینو بزرگش میکنم و خوب شد، عالی شد، به نظر من مشکلی نداره و همه چیز خوبه. پس اینجا یاد اگر من ماسکو نکشیده بودم مشکل داشته، فکر نکنید همینطوری بود بابت ماسک این اتفاق افتاد، چون این سفید این گوشه من بعد قصی ها رو زیاد میکردم که تأثیر میذاشت روی خودش. پس بدونید یه تکنیکایی اگر به کار ببرید کارتون خیلی راحته و اگه بلد نباشید خب ممکنه هرگز نتونید به نتیجه برسید. استور رو پاک میکنم میرم و سراغ ویدیوی بعدی. ویدیوی بعدی رو میارم میذارم اینجا. این ویدیو هم دوباره این خانم اینجاست. این گوشه میبینید تیره تره، من نمیخوام این اینجا باشه، اینو بر میدارم و محدوده کوچیکتری رو در نظر میگیرم، ماسکش میکنم. ماسکم خوندیم، برای رسم ماسک من حتما لایه رو باید انتخاب کنم و بعد این یکی از این ابزار رو بردارم. اگر این بیرون رو کلیک کنم این ابزار رو بزنم شیپ میشه. من ماسک میخواستم، ماسکم به دست آوردم. الان از این کیلایت میتونم استفاده کنم ولی من میرم این یکی رو برمیدارم، یکی دیگه هم هست اون بالایی. ببینید کلی داستانم ادامه داره. کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رهاش میکنم. این یکی کامل تره، یعنی هم خود کیلایت رو داره هم یه گزینه دیگه داره که اصلا خاموشه، بعدا اگر دیدید خوب نشد اون یکی هم روشن کنید شاید تاثیر مثبتی گذاشت. هم این یکی دومی اینهاش، این کیکلینره. کیکلینر من اگر باز کنید این گزینه شو بعضی وقتا وقتی کارتون رو تموم میکنید این لبه ها میبینید یه خط افتاده یا یه برقی میفته یا به هر صورت خوب نیست، نمیچسبه روی بک‌گراند. و دقت کنید میبینید که من تصویر میذارم بک‌گراند، شما میتونید ویدیو بذارید بک‌گراند، فرقی نداره. یه ویدیو هم میتونید بذارید بک‌گراند، قشنگ کار میکنه. پس بدونید توسط این قسمت که توی کی کلینره ادیشنال اج ردیوس میتونید کم و زیاد کنید و این لبه هاشو اگر مشکلی داشت حل کنید، یا حتی از این تیک این قسمت هم میتونید گاهی اوقات استفاده ببرید. خب پاک میکنم، میبندمش، اینو باز میکنم، این دقیقا دوباره خود کیلایت. من این قطعه شکون رو بر میدارم نزدیک اینجا کلیک میکنم و این اتفاق افتاد و حالا دوباره اینو بازش میکنم و اسکرین متش میکنم. خب میبینید که به این صورته. حالا این دفعه میخوام با این دوتا گزینه کار کنم. یه مقدار این گزینه رو بالایی رو زیاد میکنم، این بالایی هم رو مشکی کار میکنه. مشکیم کامل مشکی شد دیگه، اضافه تر نمیره. حالا میمونه این یکی دومی، این رو سفید است. یه مقدار زیاد میکنم ببینم اگه خوب نشد. خوب شد، داره خوب میشه. خوب پس همین مسیرم درست. دوباره یه ذره میرم جلو، خوبه به نظر من، خوبه. حالا یه ذره دیگه و قبلا هم گفتم وقتی خوبه دیگه دستش نمیزنیم، حالا اگه بد بود بر میگردیم. الان من میرم پروژکت، دوباره این ویدیو رو میگیرم، میام این
عرض کردم ویدیو اشتباه کردم، این تصویر رو، این عکس رو. خب مسئله که داریم ایشون، دوباره یادم رفت اینو از اسکرین مت بذارم روی فاینال ریزالت. خب گذاشتم روی فاینال ریزالت، حالا برگشت درست شد و میرم روی پایینی اینجا رو کلیک میکنم، میکشمش تا بزرگ شه و میبینم که به نظرم عالی شد و خیلی خوب هست کرد. البته دقت کنید که پرده سبزای خیلی خوبی رو استفاده کردیم. و نکته بعدم خدمتتون عرض کنم که حالا جهت اطلاع، من اگر که همین ویدیو رو می اومدم به جای این دوتا گزینه از اسکرین مت استفاده می کردم و می خواستم به وسیله کلیپ بلک و کلیپ وایت حذف کنم پرده سبز رو، نمی تونستم. یعنی چون اینو تمرین می کنم و بعد میام خدمتتون، هر کاری کردم با این دوتا نشد، حتی رفتم اینجا اجش رو هم تغییر بدم باز اذیتم کرد. پس دقت کنید این گزینه ها بعضی وقتا یکیشون جواب میده اون یکی نمیشه و بعضی وقتا همه رو باید با هم استفاده کنیم. بعضی وقتا یه مقدار اینا رو تغییر میدید، بعد یه مقدار میاد اینا رو تغییر میدید تا به بهترین حالت برسید، ولی فعلا دیدید همه به بهترین حالت رسید چون گزینه های مناسب استفاده شد. فقط الان خب من این پایین رو دیلیت میکنم. این یک ویدیو شد که من میتونم هر بک‌گراندی براش بذارم، ولی این اگر بخوام سیوش کنم و بعد ازش استفاده کنم باید بلد باشم که چطور سیوش کنم که ترانسپرنت باشه، چون این پشتش مشکی میشه وقتی درست و صحیح سیوش نکنم. خب حالا چیکار میکنیم؟ لایه‌مون رو سلکت میکنیم و کامپوزیشنمونه دیگه، تو کامپوزیشن هم هستم الان، و از قسمت کامپوزیشن پررندر رو میزنم. پررندر رو که بزنم این قسمت باز میشه. قبلا در مورد پررندر صحبت کردیم. حالا این قسمت رو وقتی کلیک کنید آدرس ازتون میگیره تو چه آدرسی سیف کنم. حالا خودتون کلیک کنید و آدرس فایلتون رو و اسم فایلتون رو واسش تعیین کنید، میمونه این قسمت. رو این قسمت کلیک میکنیم، اینجاست که مهمه. اینجا این قسمت AVI، حالا من میذارم رو AVI، شما اگر خواستی مثلا رو کویک تایم هم میتونید بذارید و، ولی اینجا حالا به کنار، این قسمت مهمه که اینجا باید حتما RGB به علاوه آلفا باشه. اگه RGB باشه بک‌گراندتون مشکی میشه. در حالت دیفالت RGBه، ما وقتی خروجی میخوایم بگیریم RGB میگیریم. چون حالا بدونید اگر که این تصویر یه تصویر معمولی بود حالا RGB ولا آلفا میتونستید بگیرید، ولی این تصویر به خصوص من اگر RGB بگیرم بدونید پشتش مشکی خواهد شد و بعد وقتی بیارم بذارمش روی ویدیوی دیگه اون ویدیو پشتیه پیدا نیست، چون این قسمت‌های مشکی اینجا ترانسپرنت نمیشه، مشکی میشه. خب پس من اینو باز میکنم، اینو RGB به علاوه آلفا میذارم. این تکنیکش بود. حالا گزینه‌های دیگه‌شو جلسات قبل کنم، مثلا جلسه دوم یه توضیح کوچیکی دادم، بقیه‌شو اگر خواستی تغییر بدید دیگه میل خودتونه. این مهمه که کانالش RGB به علاوه آلفا باشه و فرمتش هم، حالا من AVI میخوام، شما میتونید AVI بذارید، میتونید نمیدونم کویک تایم بذارید و یا حالا هر فرمتی که میخواید و فرمت ویدیویی داره. حالا اوکی میزنیم، همه چی حاضره. تنها کاری که من باید بکنم رندر رو بزنم. رندر رو کلیک میکنم دیگه، حالا باید بهش اجازه بدید تا رندر کنه. رندر که کرد، تموم که شد، بعدن میتونیم ازش به عنوان یک ویدیو استفاده کنیم و روی یک بک‌گراند قرار بدیم. حالا اجازه بدید رندر بشه، من برمیگردم. خب تمام شد و آماده شد، خودش هم آورد گذاشتش اینجا. s4.avi اون اصلی s4.mp4 بود، این جدید avi. بریم ببینیم چی شد. میریم توی کامپوزیشنمون و کامپوزیشن کجا بود؟ اینجا بود. بله یه دونه S4 داریم، اینو چشمشو میبندیم یا اصلا میتونم دیلیتش کنم. خوبه دیلیتش میکنم و این دفعه S4.avi رو میارم این از این و بعد این ویدیو رو میارم میذارم این زیر، این تصویر رو، و بزرگش میکنم و میبینید که ترانسپرنته، یک ویدیو ترانسپرنت و شما میتونید پشت رو ببینید. فقط دقت بفرمایید نکته آخر و اون این که پرده سبز حتما نباید سبز باشه،
هر رنگی میتونه داشته باشه، فقط این نکته رو دقت بفرمایید، همون پرده سبز هم ممکنه واسه تون دوچار اشکال کنه، همونطور که رنگ های دیگه میتونه دوچار اشکال کنه، در صورتی که سوژتون و پردهتون رنگ مشترک داشته باشند. دقت کنید به هیچ عنوان سوژه با پرده رنگ مشترک نداشته باشه، وگرنه شاید بتونید از رنگ آبی هم استفاده کنید. اگر دیدید مثلا نمیدونم چشمای سوژتون سبزه، شاید پردهتون مجبور باشید آبی باشه که با چشمای سوژه رنگش دور باشه از هم، تا اینکه خروجی بهتری به دست بیارید.